به نام خدا درود بر شما همراهان گرامی امیدوارم که عالی باشید اینجا هلوتک مارکت به کانال خودتون خوش اومدید مداری که اینجا دارید میبینید یک تستر آیسی سی تی 494 هست همونطور که مستحضر هستید این آیسی برای منابع تغذیه سویچینگ خیلی پرکاربرده و اغلب اوقات به خاطر حالا خرابی هایی که داخلش به وجود میاد ولی کاملا از کار نمیفته باعث میشه که یک مقدار ابیابی سخت تر بشه و اکثر تعمیرکارا ها آخرین ای که به شک میکنن آیسی هست و همین پروسه تعمیر رو کمی در واقع مختل میکنه و طولانی میکنه حالا ما اینجا قصد داریم یک مدار خیلی خیلی ساده برای تست این آیسی رو بهتون معرفی بکنیم که فقط نیاز به چند تا قطعه ساده داره برای اینکه ما بتونیم عملکرد کرده آیسی رو ببینیم و متوجه بشیم که آیا در خروجی فرکانس داریم و اون حالت سویچ زنی توی این آیسی به وجود میاد یا نه خب یه نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم اونم اینه که توی بعضی از من به تغذیه های سویچینگ از آیسی کی آ 7500 بی استفاده میشه که این آیسی هم دقیقا همون تیل 494 هست عمل کردش یکیه فقط پارت نامبرشون با همدیگه متفاوته و ما میتونیم این آیسی ها رو جای همدیگه هم بدون هیچ موردی استفاده بکنیم خب این آی سی که الان اینجا روی تستر قرار گرفته کاملا مشخصه که عمل کردش صحیحه و خروجی داریم خب حالا برای تست کردن این آی سی اول تغذیه رو قد میکنیم آی سی رو از رو به رد بورد بر میدارم. البته بهتره که مدار رو یا با فیبر سوراخدار و یا روی پی سی بی کنیم خب تغذیه رو متصل میکنم و همونطور که میبینید آیسی عمل سویچینگ رو انجام نمیده و فقط روی یکی از خروجی ها ما سیگنال داریم که مشخص میکنه که این آیسی مشکل داره خب بریم سراغ شماتیک مدار خب همونطور که میدونید آیسی TL494 یک آیسی 16 پایه هست برای ساختن تست پایه های یک تا چهار و پایه هفت همگی به هم متصل میشن و به زمین مدار وصل میشن خب پایه 15 و پایه 16 هم باید به هم وصل بشن و بیان به زمین مدار متصل بشن خب خروجی های این آیسی پایه 9 و پایه 10 هست ما برای اینکه بتونیم سیگنال خروجی رو ببینیم و ببینیم که آیسی ما در حال فرکانس سازی هست یا نه میتونیم از دو تا LED استفاده کنیم از پایه 9 و پایه 10 دو تا خروجی میگیریم به دو تا LED نورانی متصل میکنیم و در ادامه به خاطر اینکه حالا ولتاژ زیاد باعث سوختن این LED ها نشه میتونیم قسمت کاتود این دو تا LED رو به یک مقاومت یک کیلو و در ادامه به زمین وصل بکنیم خب پایه 8 پایه 11 13 و 14 این آیسی به هم متصل میشن پس ما میایم پایه 8 رو به پایه 14 13 و 11 متصل میکنیم تغذیه این آی یک ولتاژ دوازده ولت پس به پایه 12 که وی سی سی هستش یک ولتاژ 12 ولت میدیم پس وی سی سی ما باید 12 ولت باشه خب پایه 14 که به پایه 13 11 و 8 وصله توسط یک خازن 4 7 میکروفارادی الکترولیت به زمین وصل میشه و ما میتونیم از همینجا در واقع این خازن رو قرار بدیم سمت مثبتش به پایه 8 و سمت منفیش هم میاد به زمین مدار متصل میشه اگر اسم این رو سی یک بذاریم مقدار سی یک ما هم چار و 7 همه میکرو فاراد هستش خب در ادامه یه پایه ی پنج میمونه و یه پایه ی شیش که به این دوتا پایه آرسی گفته میشه که تایمینگ فرکان سازی مدار رو در واقع تعیین میکنه و در نتیجه ما باید یک خازن و یک مقاومت به این پایه ها وصل کنیم به پایه 6 یک مقاومت 100 کیلو و سمت دیگش رو هم به زمین وصل میکنیم حالا اگر اسم این رو هم بذاریم r یک مقدار آر یک ما هم 100 کیلو هست و یک خازن هم باید به پایه 5 به نسبت به زمین متصل بشه که این هم میتونه الکترولیت باشه و مقدار این خازن حالا سی دو هم چار و هفته همه میکروفارات هستش خب الان مدار ما تکمیل و کافی هستش که ما این مدار رو, رو روی یک فیبر سوراخدار و یا PCB که حالا طراحی کردم و لینکش رو تو قسمت توضیحات براتون میذارم و میتونید از کانال تلگرام ما دانلودش بکنید بسازید و کافیه که هر بار خواستید یک آی‌سی TL494 رو تست بکنید اون رو حالا روی سوکت قرار بدید که راحتتر بشه آی سی رو نصب کرد و جدا کرد و آیسی رو تست بکنید مدار ما تکمیل شد و اگر شما یک بار برای همیشه این تستر رو بسازید میتونید هر بار که به آی سی سویچینگ مدارتون شک کردید توسط این تستر تستش کنید ضمن این که بهتر همیشه حتی آیسی های سالم و نور رو هم یک بار تست بکنید بعد توی مدار استفاده بکنید خب من پی سی بی این مدار رو هم طراحی کردم که برای استفاده شما دوستان عزیز اون رو توی کانال تلگراممون قرار میدم و لینکش رو توی قسمت توضیحات همین ویدیو میذارم که شما میتونید از این پی سی بی هم استفاده کنید خب مطلب دیگه ای باقی نمیمونه اگر تجربه بیشتری توی این زمینه دارید خوشحال میشیم که تو قسمت کامنت ها با ما در میان بذارید امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه مرسی از لایک ها و کامنت های دلگرم کنندتون اگر عضو کانال نیستید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیوی جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد مرسی که ما رو تماشا کنید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ فرهم خدا نگهدار